با نام یاد خدا عرض سلام دارم خدمت مخاطبین عزیز فرادرس. صادق عبداللهی هستم، دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی و پژوهشگر حوزه روانشناسی بالینی و آسیبشناسی اجتماعی. در خدمت شما هستیم با آموزش استفاده صحیح کودکان از فضای مجازی. در این فصل ما به کلیات فضای مجازی میپردازیم و در بخش اول ما به تعریف و مفهوم شناسی فضای مجازی خواهیم پرداخت. خب اصطلاح فضای مجازی اصطلاحی هستش که یه شرط غیر مستقل و بسیار گسترده ای داره، به طوری که از دهه 1980 میلادی وارد حوزه ادبیات شده و حالا به خاطر مفهوم فراگیری که داشته به سرعت تونسته میان کاربران حوزه فناوری های دیجیتال جا باز کنه و مورد استفاده قرار بگیره. ولی همین واژه فضای مجازی عموما معادل با واژه فضای سایبری معنا میشه، واژه‌ای که اولین بار توسط آقای ویلیام گیبسون در سال 1982 میلادی و بعدش در سال 1984 میلادی مطرح شده. واژه فضای سایبری یا سایبر اسپیس دو بخش داره. اسپیس به معنی فضا و سایبر مشتق شده از دو واژه هستش، واژه کایبرنان و واژه سایبرنتیک. چه کایبرنان به معنی سکاندار راهنما هستش و سایبرنتیک هم به معنی هدایت. در نتیجه ما میتونیم بگیم که فضای مجازی یا فضای سایبری یک محیط غیر واقعی هستش که توسط ابزارهای فناوری اطلاعات مثل کامپیوتر ایجاد میشه، در نتیجه اطلاعات و داده های اون ناملموس هستند و هر چیزی که در این فضا قرار میگیرن به صورت پویا و سیال بازنمایی میشن. یعنی ما صرفا از طریق بازنمایی اطلاعات و داده ها میتونیم به وجود اونها پی ببریم و داده ها و اطلاعات این فضا ناملموس و غیر قابل دسترس هستند و صرفا بازنمایی اونها به ماهیت داده ها معنا می بخشن. از طرفی ما در فضای مجازی محدودیت جغرافیایی و زمانی نداریم، یعنی کاربران فضای مجازی میتونن فارغ از محدودیت های جغرافیایی و زمانی با همدیگه ارتباطات مؤثر و سریعی رو داشته باشن. وقتی ما به تعریف و مفهوم شناسی فضای مجازی میپردازیم تعاریف متعددی رو مشاهده میکنیم. مثلا در فرهنگ علوم اجتماعی ویلیام کولد و جولیوس کولد، فضای سایبری مجموعی از پژوهش‌ها و نظریات هستش که توجه خودش رو به انسان‌ها، ارگانیسم‌ها و ماشین‌آلات معطوف کرده. یا مثلا در تعریف آقای برر، فضای مجازی یک بازنمایی گرافیکی از اطلاعات و داده‌ها هستش که توسط ابزارهای فناوری اطلاعات مثل کامپیوتر انجام میشه. یا مثلا آقای مایکل بندیکت معتقد هستند که فضای مجازی یک دنیای موازی هستش که توسط ابزارهای فناوری اطلاعات ایجاد شده و در این فضا ما تردد جهانی دانش، اسرار، ارزیابی و سنجش، شاخصها، سرجرمیها رو داریم که به کمک ابزارهای فناوری اطلاعات و با عملیات انسان انجام میشن. همچنین آقای دیوید بیل وقتی در سالهای 2002 تا 2010 میلادی نظریات و پژوهش‌های مختلفی که در خصوص فضای سایبری مطرح شده بود رو بررسی می‌کردند، نهایتاً به یک سوال رسیدن: فضای سایبری چیست یا What's the meaning of cyber space؟ و بر این اساس ایشون یک سناریوی شش‌بندی رو مطرح کردن. بر اساس این سناریو فضای سایبری مانند بازگویی تاریخ فناوری ها و سیر تکامل اونها و نقش اونها در شکل‌گیری و تکامل ارتباط هستش. همچنین فضای سایبری روند تکامل و نقش اینترنت و ابزارهای اون رو بیان میکنه که نهایتا سبب دسترسی کاربران بهش محیطی برای تعامل و داد و ستد اطلاعات میشه. همچنین فضای سایبری و فناوری اطلاعات ارتباط تنگاتنگی با متغیرهای اساسی جامعه مثل متغیرهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داره. در نتیجه فضای سایبری به مقوله مدیریت، کنترل، دسترسی به اطلاعات و حتی دموکراسی می‌پردازه. همچنین فضای سایبری به عنوان بازخوانی نقش سایبربانک در ساختن و ایجاد و تکامل فضای سایبری نمادین هم فعالیت می‌کنه. البته فضای سایبری صرفاً به معنای آزادی بیان یا به معنای محلی برای انباشت ثروت نیستش. یعنی شما اگه بیایید از فضای مجازی به صورت بهینه استفاده کنید، میتونید به کار و کارآفرینی و درآمدزایی مشغول بشید. از طرفی فضای مجازی مانند یک واقعیت مجازی هستش که یک محیط تعاملی و قوطه‌ورساز رو نوید میده و موجودیت‌ها رو شبیه‌سازی می‌کنه. بنابراین فضای مجازی یک فضای اطلاعاتی هستش
ارتباطات میان فردی یا میان شیعی در یک فضای شبیه به واقعیت مجازی ایجاد، بیان، حفظ و نهایتاً پشتیبانی میشه. یعنی شما به عنوان کاربر فضای مجازی اطلاعات رو ایجاد میکنید، سپس اون اطلاعات بیان و منتقل میشن و تا زمانی که بازخورد لازم رو دریافت نکردید اون اطلاعات رو حفظ و پشتیبانی میکنید. در این بخش از فصل کلیات فضای مجازی ما به تاریخچه فضای مجازی خواهیم پرداخت. خب فضای سایبری یا فضای مجازی در دهه 1950 میلادی عموما به عنوان تاسیسات اداری استفاده میشده. یعنی در اوایل سالهای دهه 1950 میلادی از فضای سایبری و ابزارهای فناوری اطلاعات به عنوان داده ورز استفاده میشد. یعنی داده های مختلف رو وارد این ابزارها میکردن، ولی خب بعداً با پیشرفت فناوری اطلاعات و کامپیوتر نقش داده پردازی هم به اونها اضافه شد و علاوه بر این که داده ها رو وارد این ابزارها میکردن، پردازش داده هم در اونها اتفاق میافتاد. اصطلاح فضای سایبری یا فضای مجازی اولین بار توسط آقای ویلیام گیبسون نویسنده رمان‌های علمی تخیلی در دهه 1980 میلادی مطرح شد. یعنی ایشون اول در سال 1982 میلادی و بعدش در سال 1984 میلادی از اصطلاح فضای سایبری یا سایبر اسپیس استفاده کردند، چه در سال 1982 میلادی در داستان کوتاه سوزاندن کروم و در سال 1984 میلادی در رمان معروف نیورمنسر که در ژانر سایبرپانک هستش ایشون از اصطلاح فضای سایبری یا سایبر اسپیس استفاده کردند. به عقیده آقای ویلیام گیبسون فضای سایبری یا فضای مجازی یک فضای تاریخی هستش که در اون انواع مختلفی از اطلاعات غوطه‌ور هستند. بنابراین این فضا برای ما غیر قابل تصوره، چون اطلاعات مختلفی اعم از اطلاعات مفید و غیر مفید وجود دارند. ولی خب با این وجود فضای سایبری یا فضای مجازی به درک مفاهیم ریاضی کاربران کمک میکنه. برای مثال زمانی که شما دارید برنامه نویسی میکنید، در واقع دارید اطلاعات و مفاهیم ریاضی رو درک میکنید و از اونها استفاده میکنید و این به وسیله و به کمک فضای مجازی اتفاق میفته. ولی خب در حالت کلی فضای سایبری یا فضای مجازی انبوهی از اطلاعات رو داره و شما زمانی میتونید این اطلاعات رو مشاهده و درج کنید چه بازنمایی گرافیکی از اطلاعات اتفاق بیفته. بنابراین بازنمایی گرافیکی از اطلاعات باعث میشن چه اطلاعات به صورت تصویری یا شنیداری یا حتی مفهومی برای شما قابل مشاهده و درج بشن. زمانی که ما تاریخچه فضای مجازی بررسی می‌کنیم، در سال 1989 میلادی اولین بار از فضای سایبری و فضای مجازی به عنوان ابزاری برای دادستد اطلاعات و تجارت استفاده شد و بعداً با پیشرفت کامپیوتر در سال 1990 میلادی از فضای سایبری به عنوان ابزار رسمی برای تجارت جهانی استفاده شد. در کشور ما هم در سال 1992 میلادی کشور به وسیله دانشگاه‌های برتر مثل دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران تونستن به ابزارهای فناوری اطلاعات و اینترنت متصل بشن و خب بعداً پژوهشگاه‌هایی مثل پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تونست به کمک دانشگاه وین از فضای سایبری به عنوان ابزاری برای دادستد اطلاعات و ارتباط استفاده کنه و بعداً اینترنت به صورت رسمی در کشور ایران استفاده شد. و نهایتاً در سال 1998 میلادی از فضای سایبری و فضای مجازی به عنوان ابزار رسمی و ابزار جهانی برای دادستد ارتباطات، تعامل و ابزار رسمی برای تجارت جهانی استفاده شد. در این بخش ما ویژگی‌های فضای مجازی رو بررسی خواهیم کرد. زمانی که شما میایید فضای مجازی رو با فضای واقعی مقایسه و بررسی میکنید، میبینید که برخی از المانهایی که در فضای مجازی وجود دارند به عنوان جایگزینی برای اون المان در فضای واقعی محسوب میشن. برای مثال کتاب فروشی ها و کتاب خونه ها در فضای واقعی الان شدن ابزارهای ذخیره اطلاعات در فضای مجازی. آموزشگاه ها و مدارس در فضای واقعی شدن دانشگاه های مجازی در فضای مجازی و ما بعد از بیماری کرونا میبینیم که آموزش ها از آموزش مستقیم و حضوری داره به آموزش آنلاین و مجازی تغییر پیدا میکنه. گالری ها شدن موزه های مجازی و شما در هر ساعت از شبانه روز میتونید از موزه های داخل و خارج از کشور به صورت 24 ساعته بازدید کنید. تئاترها شدن پلتفرم های تفریحی و سرگرمی، یعنی به جای اینکه شما به صورت حضوری به تئاتر و سینما مراجعه کنید
میتونید از پلتفرم ها و اپلیکیشن های تفریحی و سرگرمی برای مشاهده فیلم و سرگرمی خودتون استفاده کنید. مغازه های بزرگ خرید یا همون هایپرمارکت ها الان شدن آنلاین شاپ ها و مراکز خرید الکترونیک و کاربران میتونن به صورت 24 ساعته و آنلاین کالا و ملزومات خودشون رو سفارش بدن و اونا رو دریافت کنن. بیمارستان ها شدن پزشکی از راه دور و الان اپلیکیشن هایی داره طراحی میشه که بیمار به صورت آنلاین و از راه دور با پزشک و متخصص خودش ارتباط داره و بعد از بررسی پرونده پزشکی خودش فرایند درمانی خودش رو از راه دور شروع میکنه. بانک ها و مؤسسات مالی الان شدن دستگاه های خودپرداز یا همون ATM و درگاه های پرداختی. یعنی به جای اینکه شما در ساعت محدودی از شبانه روز به بانک مراجعه کنید و خدمات بانکی خودتون رو دریافت کنید، میتونید به صورت 24 ساعته در بستر فضای مجازی اون خدمات رو دریافت کنید. و نهایتا مراکز تجاری و صرافی ها الان شدن سیستم های تجارت الکترونیک در بستر فضای مجازی. علاوه بر اینها برخی از ویژگی های فضای مجازی باعث میشه که این فضا فراتر از فضای واقعی مورد استفاده کاربران قرار بگیره. یکی از اونها گزینشی بودن اطلاعات هستش. خب ما در فضای مجازی و فضای سایبری تولید کننده محتوا و استفاده کننده از محتوا رو داریم که با هم ارتباط و تعامل دو سویه دارن. یعنی اطلاعات و محتوا توسط تولید کننده محتوا تولید و منتشر میشه و مخاطب اون رو دریافت میکنه، پردازش میکنه و نهایتاً بازخورد لازم رو نسبت به اون ارائه میده. ولی همین اطلاعات در فضای مجازی به دو صورت منتشر میشن. یکی از این اطلاعات اطلاعاتی هستن که نیاز محور هستن. یعنی تولید کننده محتوا میاد نیازهای مخاطبین خودش رو شناسایی میکنه و بر اساس اون نیازها اقدام به تولید محتوا میکنه. و نوع دوم هدف محور هستش. یعنی کاربر تولید کننده محتوا بر اساس نیازها و اهداف شخصی خودش اقدام به تولید محتوا میکنه و اونها رو منتشر میکنه و مخاطب اونها رو دریافت میکنه. ولی خب همین اطلاعات در فضای مجازی قابل کنترل نیستن و به صورت نامحدود و بدون محدودیت در دسترس کاربران قرار میگیره و اون هم تحت سه عامل هستش. اولین چه اکثر مردم جامعه سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی لازم رو در برخورد با اطلاعات فضای مجازی ندارن و اطلاعات فضای مجازی بدون عبور از فیلتر سواد رسانه‌ای در دسترس کاربران قرار میگیره. دوم اینکه اطلاعات فضای مجازی معمولاً هدفدار هستند، یعنی به جای اینکه به نیازهای مخاطبین توجه کنند به اهداف و نیازهای تولید کننده محتوا تمرکز دارند و کاربر فضای مجازی عموماً از این اهداف و اطلاعات و محتوا شناخت کافی و دقیقی ندارد. از طرفی کاربری فضای مجازی یک کاربری پنهان هستش، یعنی هویت اون کاربران برای ما نامشخص و پنهان هست و ما معمولا تولید کننده محتوا رو نمیشناسیم و از اهداف و کلیت اون محتوا شناخت کافی و آگاهی لازم رو نداریم. ولی خب در حالت کلی یکی از ویژگی‌های مهم فضای مجازی عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی هستش. یعنی کاربران فضای مجازی بدون محدودیت زمانی و مکانی و تنها با اتصال به اینترنت میتونن وارد فضای مجازی بشن و از سراسر دنیا اطلاعات سمعی، بصری و مکتوب رو با هم به اشتراک بذارن. ویژگی بعدی فضای مجازی فردگرایی هستش. خب ما میدونیم که برای اینکه هویت فرد مشخص بشه، باید جنسیت، سن و ملیت اون هم برای ما مشخص باشه. ولی خب در فضای مجازی ما ویژگی و فاکتوری به نام فردگرایی داریم. و همین فردگرایی به کاربران فضای مجازی یک آزادی مجازی میده که نهایتاً کاربران فضای مجازی ترسی از افشای هویت و اطلاعات خودشون ندارن و تنها به خواسته ها و منافع خودشون اهمیت میدن و منافع و خواسته های سایر افراد براشون فاقد اهمیت هستش و یا اولویت لازم رو نداره، چون اینها ترسی از قضاوت شدن و ریاکشن منفی کاربران فضای مجازی رو ندارن. از طرفی اطلاعاتی که در فضای مجازی هستش اطلاعات بروز با دسترسی آسان هست. برای مثال شما فردی رو در نظر بگیرید که 50 سال گذشته میخواست در مورد موضوعی اطلاعات لازم رو چسب کنه. برای این منظور فرد نیاز داشت کتاب‌ها و منابع مختلفی رو بخونه و اطلاعات مفید و غیر مفید رو جمع‌آوری کنه و نهایتاً اطلاعات مورد نیاز خودش رو از اونها استخراج کنه. ولی الان کاربر میتونه تنها با یک کلیک حجم انبوهی از اطلاعات رو داشته باشه و این اطلاعات اطلاعاتی هستن که دائما در حال آپدیت و به‌روزرسانی مستمر هستن.
از طرفی این اطلاعات در فضای مجازی پیوستشی و یکپارچگی دارند، یعنی کاربر فضای مجازی میتونه بدون محدودیت زمانی و مکانی از این اطلاعات استفاده کنه و از طرفی در حالی که داره از اون اطلاعات استفاده میکنه همزمان چندی خدمت رو دریافت کنه. برای مثال کاربری رو در نظر بگیرید که میخواد زبان خارجی رو یاد بگیره. این کاربر میتونه در عین واحد که اون زبان خارجی رو یاد میگیره از چندین خدمت در بستر فضای مجازی استفاده کنه. زمانی که ما واژه و اصطلاح رشد رو بررسی میکنیم و از ابعاد مختلفی به اون نگاه میکنیم، میبینیم که فرایند و مکانیسم رشدی فرایند مستمری هستش که از لحظه نگاد نطفه تا زمان مرگ به صورت مستمر و پیوسته ادامه داره. ولی در حالت کلی اون تغییرات مثبتی که از لحظه انعقاد نطفه تا زمان مرگ برای فرد اتفاق میفته ما به اون تغییرات مثبت میگیم رشد یا دیولپمنت. برای مثال شما فرایند رشد جسمی رو در نظر بگیرید، ما از لحظه انعقاد نطفه تا زمان مرگ این فرایند رشد جسمی رو داریم که به صورت مستمر، پیوسته و با تغییرات مثبت یا حتی منفی همراه هستش. ولی در حالت کلی همین فرایند رشد یک فرایند دائمی هستش که متوقف نمیشه. زمانی که ما میایم رشد کودک رو تا قبل از تولد بررسی میکنیم، میبینیم که مراحل رشدی قبل از تولد خودش به سه مرحله تقسیم میشه. مرحله اول مرحله زیگوتی هستش. مرحله زیگوتی حدوداً 14 روز طول میکشه تا حامل بشه و از لحظه انعقاد نطفه تا مراحل بعدی که شامل جایگزینی اون سلول تخم در دیوار رحم هستش، تمام این موارد رو مرحله زیگوتی شامل میشه. بعد از مرحله زیگوتی میرسیم به مرحله رویانی. مرحله رویانی از هفته دوم تا هفته هشتم رو شامل میشه و بعد از تشکیل لایه تروفوبلاست اندامهای داخلی بدن تشکیل میشه و نهایتا میرسیم به مرحله آخر یا مرحله جنینی. چه ما در مرحله جنینی رشد سریع دستگاه‌های عصبی و دستگاه اسکلتی از لونی رو داریم و نهایتاً با اتمام مرحله جنینی اون کودک برای تولد آماده میشه. موضوعی که برای ما خیلی مهمه و حائز اهمیت هستش اینه که رشد کودک تا قبل از تولد به حدود 36 هفته زمان نیاز داره تا کامل بشه. برای مثال شما اگه این فرایند زیگوتی رو در نظر بگیرید، از لحظه ای که انعقاد نطفه انجام میشه بعدش سلول تخم و اسپرم ادغام میشن و زیگوت یا سلول تخم ایجاد میشه، بعد از اون تقسیمات متوالیش همون فرایندهای رشدی هستش انجام میشن و نهایتا با جایگزینی بلاستوسیت این فرایند و مرحله زیگوتی تشمیل میشه و جنین وارد مرحله رشد رویانی میشه. زمانی که جنین متولد شد از لحاظ شاخصهای استاندارد و شاخصهای پزشکی باید بررسی بشه، یعنی از لحاظ تعداد ضربان قلب، از لحاظ حالت عضلات، قد و وزن، حالات تنفس، تعداد تنفس و نحوه تنفس و حتی رنگ پوست جنین ما بررسی میشه و با شاخصها ارزیابی میشه و زمانی که این شاخصها و ویژگی‌های جنین بر اساس چک‌لیست وارسی به حالت استاندارد نزدیک باشه، می‌گیم که جنین ما نرمال هستش و مراحل رشد قبل از تولد اون تا حدودی موفق بوده و کامل شده. بعد از اینکه کودک متولد شد، ما مراحل رشدی رو تا 3 سالگی داریم که مراحل رشدی تا 3 سالگی خودشون به 5 فاکتور تقسیم میشن. فاکتور اول فاکتور رشد حرکتی هستش، بعد از اون رشد جسمی، رشد گویایی، رشد عاطفی اجتماعی و نهایتاً رشد ادراک و شناخت که تمامی این فاکتورها میتونن رشد کودک و مؤلفه های رشدی اون رو تا 3 سالگی تعیین کنن. رشد جسمی کودک مربوط به همون حیطه قد و وزن هستش، یعنی اهمیت تغییرات شما در قد و وزن کودک مشاهده میکنیم رشد جسمی کودک رو تا 3 سالگی تعیین میکنند. البته توی همین رشد جسمی موارد و فاکتورهایی مثل تغذیه و بهداشت هم خیلی مهمن و اهمیت زیادی رو دارا هستن. بنابراین تغذیه مناسب باعث میشه تا 3 سالگی کودک ما رشد جسمی مناسبی رو داشته باشه و تغییرات قدی و وزنی اون هم مناسب و با شاخصهای استاندارد همسو باشه. بعد از اینکه رشد جسمی کودک کامل شد یا فرایندهای رشد جسمی کودک انجام شد، در طی این فرایندهای رشد جسمی هماهنگی بین اعصاب و عضله کودک هم ایجاد میشه، نهایتا منجر به رشد حرکتی میشه.
یعنی بعد از اینکه کودک توانایی پیدا کرد چه بین بافت‌های عصبی و عضلانی خودش یک هماهنگی نسبی رو ایجاد کنه، نهایتا میتونه رشد حرکتی در اون ایجاد بشه، چه میتونه این رشد حرکتی با فرایندهایی مثل نشستن، راه رفتن و خزیدن خودش رو نشون بده. البته در کنار این نشستن و راه رفتن، ما برخی فرایندها مثل تکون دادن دستها، حالت چهره و سایر موارد رو هم جزو رشد حرکتی طبقه‌بندی می‌کنیم. تا حدود سن 3 سالگی فرایندهای رشد کودک باعث میشن که کودک ما از لحاظ حواس چندگانه، یعنی حس لامسه، حس شنوایی، حس بویایی و حس چشایی و غیره، بتونه تحریک بشه و اون توانایی ها و مهارت های لازم رو در خصوص این حواس به دست بیاره. بنابراین کودک ما وقتی شتونست حواس چندگانه خودش رو تحریک کنه و نسبت به تحریک اونها پاسخ مناسبی ارائه بده، میتونه محیط اطراف خودش رو شناسایی کنه، با افراد و اجتماع ارتباطات عاطفی موثری رو داشته باشه و نهایتا همین ارتباطات عاطفی باعث میشن که کودک ما رشد گویایی مناسبی هم داشته باشه و چمچم بتونه کودک با خزانه واژگانی که تونسته در طی فرایند رشد گویایی کسب کنه صحبت کنه و با سایر افراد ارتباط موثری داشته باشه. بعد از اینکه کودک ما تا 3 سالگی مراحل رشدی خودش رو کامل شد، میرسیم به مرحله رشد تا 7 سالگی، یعنی از سن 3 تا 7 سالگی رشد کودک وارد فاز جدیدی میشه که شامل رشد شناختی، رشد جسمی، رشد اخلاقی، رشد عاطفی، رشد گویایی، رشد اجتماعی و نهایتا رشد حرکتی هستش. تمامی این مؤلفه باعث میشن که کودک ما تا 7 سالگی مراحل رشدی خودش رو در حد نسبی کامل کنه و بتونه به فرایندهای زندگی خودش وارد بشه و از اونها تبعیت کنه. موضوعی که برای ما خیلی مهمه، موضوعی هستش که مربوط به مراحل حساس زندگی کودک هستش. یعنی کودک ما از سن 3 تا 7 سالگی در یک مرحله حساس زندگی قرار داره که نهایتاً زیربنا و چارچوبی رو برای مهارت‌های عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، حرکتی و شناختی خودش ایجاد می‌کنه و اگر اختلالی رو ما در فرایندهای رشد کودک داشته باشیم، در بازه سنی 3 تا 7 سالگی ممکنه اختلال رو در عاطفه، برقراری ارتباط، اخلاق و حرکت و رشد جسمی کودک هم شاهد باشیم. بنابراین این برای ما خیلی مهمه که بتونیم این مراحل رو با دقت و با حساسیت زیادی برای کودک طی کنیم و شرایط رو برای اون مهیا کنیم تا زیربنا و فاکتورهای جسمی، عاطفی و اجتماعی اون کامل بشن. نهایتا وقتی ما نظریات مختلفی که در خصوص کودکان و مراحل رشدی اونها مطرح میشه رو بررسی میکنیم، میبینیم که نظریات و اون بررسی های آقای ژان پیاژه خیلی شاخص هستش. به عقیده آقای ژان پیاژه، وقتی کودک ما در سن 3 تا 7 سالگی هستش و مراحل رشدی خودش رو داره کامل میکنه، فاکتوری به نام خودمرکزگرایی در اون ایجاد میشه. خودمرکزگرایی باعث میشه که فرایندهای رشد زبانی کودک و فرایندهای رشد گویایی کودک هم وارد فاز جدیدی بشه. یعنی کودک دوست داره که خودش صحبت کنه و از ارتباطات مؤثر خودش استفاده کنه و اون واژگانی که در نتیجه این ارتباطات به دست میاره از اونها استفاده کنه و نهایتاً ارتباط مؤثری هم با دیگران برقرار کنه. و همین فاکتور باعث میشه که رشد جسمی، اجتماعی، عاطفی، اخلاقی و عقلانی کودکان برای ما کامل بشه و نهایتاً کودک بتونه رشد همه جانبه رو تجربه کنه. و به عقیده آقای پیاژه، همین خودمرکزگرایی باعث میشه که کنجکاوی‌های کودکان برانگیخته بشه و همین برانگیختگی کنجکاوی‌های کودکان در سن 3 تا 7 سالگی به والدین و معلمان و حتی روانشناسان گوشزد میکنه که پاسخ مناسبی رو نسبت به اونها داشته باشن و اگه پاسخ مناسبی رو ما نسبت به کنجکاوی های کودکان ندیم، نهایتا منجر به این میشه که فرایندهای رشدی کودکان، به خصوص رشد اجتماعی و عاطفی و اخلاقی کودکان، با مشکل مواجه بشن.